اومد به امام رضا گفت خیلی فقیرم، مقروزم، بد جور فشارهای اقتصادی منو در هم پیچیده، حضرت ظرف انگور مقابلشون بود، یک خوشه انگور رو برداشتن، فرمودن بگیر. یه نگاه به امام رضا کرد، یک نگاه به خوشه انگور، گفت ما میگیم مقروزیم، مدیونیم، خوشه انگور به من میدی؟ این خوشه انگور من چیکارش میخوام بکنم؟ بذار سر جاش. خیلی بی ادبانه نخواستیم، بذارید سر جاش. حضرت فرمودن نمیخوای؟ گفت نه. حضرت خوشه رو گذاشتن سر جاش. تو همون لحظه یکی از اهل معرفت نشسته بود، حضرت یک حبه انگور رو فرمودن بیا فلانی بگی این مال تو. خیلی محترمانه اومد جلو، دستشو آورد، حبه رو گرفت، دست امام رضا رو بوسید، گفت منت گذشتید ابن رسول الله، ذره پروری کردید حجت الله. الان میدونید با این چه خواهم کرد؟ فرمود چیکار میکنی؟ گفت منزل میبرمش، این حبه انگور رو درون یک ظرف آب سعی میکنم از هضمش حلش کنم، این رو با یک کاسه آب اینو مجموعاً عجین کنم، یه هفته سعی میکنم از این ظرف آب یه قورتی یه قورتی بخورم که این آب جذب گوشت و پوست بدنم بشه، بعد اگر من چنین آبی جذب پوست و گوشت بدنم بشه، آتش غضب خدا بر من راه ندارد. آخه آبی نوشیدم که در اون حبه انگوری حل شده که حبه انگورش رو ولی مطلق الهی عطا کرده. حضرت یه خوشش رو برداشتن فرمودن ببگی این مال تو باشه. گفت آقا لطف رو در حق هم دارید دوچندان میکنید، من قابل نیستم، ولی اینو میبرم خونم به عیالم میدم، توی کوزه ای قرار بده، تا حالا من میخواستم برا خودم، نه میگم از این به بعد توی کوزه اینو این کارو انجام بده، بده بچه هم بخورن، در نسل ما به این موهبت شما بی توجه به شما به ما وجود نداشته باشه. حضرت فرمودن سینی رو بردار همش مال تو باشه. گفت یا ابن رسول الله این لطف شما رو من نمیتونم سپاس بگم، اینو بین عشیرم تقفیف میکنم، تو طایفه و فامیل ما این کار میگم صورت بگیره که بی ارادت به شما نباشه. فرمود بیارید سند اون باقی رو که این انگورا رو ازش چیدن. سند آوردن، امام رضا فرمود اسمت چیه؟ سندش رو میخوام به اسمت بزنم. نفر اول بلند شد گفت آقا من اومده بودم گدایی، من گفتم به من بدید، مقروزم و چنینم و چنانم، سند داری به اسم دیگری میبخشید. فرمود برای او از حبه انگور شروع کردم، اما برای تو از خوشه انگور شروع کردم. خیلی به بیان عامیانه خودت بلد نبودی بگیری، بلد نبودی.